در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس، شرکت خودروسازی رنو روز جمعه از امضای توافقنامه همکاری مشترک با سازمان گسترش و نوسازی ایران خبر داد. مدیرعامل شرکت رنو در بیانیه‌ای با اشاره به ظرفیت 2 میلیونی بازار خودروی ایران تا سال 2020 گفته توافقنامه جدید با ایران سرآغاز فصل جدیدی است که رنو را در جایگاهی ممتاز قرار می‌دهد. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما هست. نیلوفر، رنو و شرکت‌های خودروسازی ایرانی ما هست که در حال مذاکره با ایران هستند. حالا بالاخره یه توافقنامه هم برای فعالیت جدید رنو در ایران صادر شد. این همکاری جدید به چه شکلی خواهد بود؟ بله، در شرکت مشترک که تأسیس خواهد شد بین رنو و سازمان گسترش و نوسازی ایران، سرمایه‌گذاری بیشتر با شرکت رنو خواهد بود، یعنی 60% سهم رو شرکت رنو خواهد داشت. در قرار هست که در کارخانه برای تولیدات رنو و برای افزایش تولیدات رنو در ایران در نظر گرفته بشه. در مرحله اول 150,000 دستگاه خودرو در این کارخانه تولید بشه که این تولیدات با دو مدل سیمبل و داستر در سال 2018 آغاز خواهد شد و بعد از اون رنو امیدواره که سطح تولیدات خودش رو در ایران به 200,000 تا 350,000 دستگاه در سال برسونه. از طرف دیگه اونطور که شرکت رنو اعلام کرده، قرار هست یک مرکز مهندسی و خرید تشکیل بشه برای حمایت از قطع سازان ایرانی و خرید قطعاتی که در ایران تولید میشه. برای اولین بار رنو قادر خواهد بود که در ایران یک شبکه توزیع فروش و همینطور شرکت خدمات پس از فروش ایجاد بکنه که قبلا این رو نداشته. از طرف دیگه فعالیتش رو این شرکت با سایپا و گروه خودروسازی ایران خودرو مثل قبل در قالب شرکت پارس خودرو ادامه میده. به هر حال میدونیم که شرکت رنو هیچ وقت ایران رو ترک نکرده بود، برخلاف شرکت های دیگه که بعد از تحریم ها مثلا مثل پژو ایران رو ترک کرده بودن، رنو در ایران باقی موند و بازار خودش رو حفظ کرد، هرچند که فعالیتش به شدت کاهش پیدا کرده بود. با این حال در هشت ماهی که از سال 2016 گذشته، رنو گفته که به شدت فروشش در ایران افزایش پیدا کرده. در سال 2015 حدود 5% از بازار خودروی ایران رو در دست داشته و میخواد که جایگاه خودش رو در ایران حفظ بکنه و همچنان مذاکرات دیگه رو با ایران خواهد داشت برای موارد همکاری دیگه.